سلام، در این ویدئو قصد دارم آموزش ساخت کمپین پرفورمنس مکس در گوگل ادز رو ارائه بدم. من در کانال یوتیوبم قبلا ویدئوهای جداگانه برای ساخت کمپین سرچ و کمپین ویدئو آپلود کردم. ابتدا توضیح کوتاهی بدم که پرفورمنس مکس در گوگل ادز چی هست. پرفورمنس مکس نوع تقریبا جدیدی از کمپین در گوگل ادز هست که گوگل تقریبا 2 ساله به ادورتایزرها ارائه داده. تفاوت این نوع کمپین با سایر کمپین ها، کمپین سرچ، کمپین ویدئو، کمپین دیسپلی این هست که وقتی شما کمپین سرچ می سازید، کمپین نوع سرچ، تبلیغات شما فقط در صفحه نتایج جستجوی گوگل نمایش داده میشه وقتی کسی کلمات کلیدی مورد نظر شما رو سرچ میکنه. وقتی کمپین ویدئو می سازید، تبلیغات شما فقط در وبسایت یوتیوب نمایش داده میشه و به همین شکل اگه کمپین دیسپلی بسازید فقط در شبکه دیسپلی گوگل نمایش داده میشه. کمپین پرفورمنس مکس به نوعی ترکیب تمام شبکه‌های موجود گوگل هست. وقتی شما کمپین پرفورمنس مکس میسازید، تبلیغات شما در تمام شبکه‌های گوگل، در تمام پلتفرم های گوگل نمایش داده میشه، در صفحه نتایج جستجوی گوگل، در وبسایت یوتیوب، در جیمیل، در گوگل بیزنس پروفایل، در گوگل مپس. و با یک کمپین میتونید تبلیغ خودتون رو در شبکه های مختلف نمایش بدید. کمپین پرفورمنس مکس به نوعی آسون تر هستش، ساده تر هستش ساخت کمپین، البته نه لزوما گرفتن نتایج مورد نظر، ولی ساخت کمپین پرفورمنس مکس ساده تر هست از کمپین سرچ. و اگه بخوایم مقایسه کنیم، توی پرفورمنس مکس شما کنترل کمتری دارید در مورد اینکه تبلیغاتتون چگونه نمایش داده بشه، برخلاف کمپین سرچ که شما کلمات کلیدی کیورد انتخاب میکنید. پرفورمنس مکس کیورد نداره، کلمات کلیدی نداره، خود گوگل تشخیص میده که تبلیغ شما رو برای چه کیورد هایی، برای چه سرچ کوئری هایی با توسط یوزر ها نمایش داده بشه. و یک موضوع دیگه در مورد پرفورمنس مکس این هستش که بعد از اینکه کمپین خودتون رو ساختید، اجرا کردید، به طور کلی اینسایت ها و ریپورت های کمتری میگیرید، گزارشات کمتری گوگل در اختیار شما قرار میده. شما شاید خیلی دقیق نتونید ریز کمپین خودتون رو آنالیز کنید که ببینید کجا موفق بوده، بتونید آپتیمایز کنید، برخلاف کمپین های سرچ و ویدئو. و همونطور که گفتم، ساخت این کمپین آسان تر هستش، به خصوص برای ادورتایزر هایی، تبلیغ کننده هایی که خیلی وقت ندارن، خیلی تجربه و تخصص ندارن که بخوان مدام با کیورد ها به قول معروف سر و کله بزنن، با بید استراتژی سر و کله بزنن. و با این نوع کمپین شما خیلی راحت میتونید کمپین خودتون رو بسازید و به عهده گوگل بذارید که چگونه تبلیغات شما رو نمایش بده. و یه تفاوت دیگه بین پرفورمنس مکس و کمپین سرچ این هست که برای پرفورمنس مکس فقط و فقط برای کمپین های مناسب است که کانورژن یا رونیو دنبالش هستین. شما قبلا باید کانورژن اکشن رو ساخته باشین توی کمپین، توی اکانتتون، که بتونید ترک کنید، ردیابی کنید کانورژن ها رو و یا رونیو ها رو. خیلی دیگه برخی از بیدینگ استراتژی های موجود در کمپین سرچ مثل مکسیمایز کلیک یا منیوال سی پی سی توی پرفورمنس مکس وجود نداره. بنابراین اولین قدم لازمه که شما کانورژن ترکینگ رو ایجاد کرده باشین روی در اکانتتون. و حالا شروع کنیم با هم دیگه کمپین پرفورمنس مکس رو بسازید. من در صفحه کمپین هستم، با کلیک روی گزینه پلاس یا کرییت کمپین شروع به ساخت کمپین میکنم. نیو کمپین. اولین
قسمت گوگل از شما سوال میکنه که هدف شما، ابجکتیو شما از ساخت کمپین چی هست. یه سری گزینه ها در اختیار شما قرار داده، با توجه به هدفی که از راه اندازی کمپین دارید هر کدوم رو انتخاب کنید. گوگل آپشن ها رو ممکنه برای شما کاستماایز کنه. من معمولا آخرین گزینه Create a campaign without a goals guidance رو انتخاب میکنم، ساخت یک کمپین بدون گول، بدون هدف. مرحله بعدی Select campaign type. اینجا انواع مختلف کمپین هست که شما میتونید انتخاب کنید: Search, Performance Max, Display, Shopping, Video و سایر. ما میخوایم کمپین Performance Max رو بسازیم. اینجا Conversion Actionی که در اکانت من نصب هست رو به هم نشون میده. همونطور که گفتم Conversion Action حتما باید داشته باشید تا بتونید کمپین پرفورمنس مکس رو ران کنید. کانتینیو. اسم کمپین پرفورمنس مکس اکتبر 2023. مرحله بعد بیدینگ، کانورژن یا کانورژن ولیو. منظور از کانورژن وقتی هستش که شما یه نفر میاد روی سایت شما، فرمی پر میکنه یا تماسی با شما میگیره، هر اکشنی که کاربر انجام بده یه کانورژن حساب میشه. و کانورژن و ولیو هم میتونه همون رونیو باشه، همون درآمد یا پولی که شما از فروش به دست میارید. اگه وبسایت ای کامرس هستین، محصولات اینترنتی میفروشید، کانورژن ولیو مشخص هست برای هر محصول. و یا اینکه میتونید CRM خودتون و هر سیستم دیگه‌ای که دارید رو به گوگل ادز متصل کنید تا کانورژن ولیو بابت هر کانورژن برگرده از سیستم شما به گوگل ادز و از طریق کانورژن ولیو کمپینتون رو ران کنید. من چون کانورژن ولیو ندارم روی وبسایتم، کانورژن رو انتخاب میکنم. اینجا set a target cost per action. برای conversion میتونید یک target CPA، مخفف cost per action، تعیین کنید. ویدیوهای دیگه من روی کانالم دارم که توضیح دادم target CPA یا target ROAS چی هستش. میتونید تماشا کنید اونا رو. در حال حاضر من یک cost per action $100 رو انتخاب میکنم، ولی خب این اجباری نیستش. اگه تازه میخواید کمپینتون رو شروع کنید شما و دیتایی از قبل ندارید، میتونید این گزینه رو هم انتخاب نکنید. مرحله بعد Customer Acquisition، Only Bid for New Customers. این آپشنی هستش که گوگل ادز در اختیار شما قرار میده که توی کمپین Performance Maxتون فقط و فقط روی مشتری های جدید کلیک کنید، تمرکز کنید. مشتری های قبلی تبلیغ شما نمایش داده بهش نمیشه. لازمش اینه که آدینستون رو ستاپ کرده باشید. من الان کاستمر لیست ندارم، مشتری های قبلی مو لیستشو روی گوگل ادز کانکت نکردم، آپلود نکردم، بنابراین از این گزینه نمیتونم استفاده کنم. و گزینه ای هم نیستش که خیلی برای کمپین های کوچیکتر مهم باشه. معمولا برای وبسایت های بزرگ با هزاران مشتری که از قبل دارن با بودجه های بزرگ این گزینه میتونه مفید باشه، بنابراین انتخابش نمی کنیم. Next. لوکیشن خودتون رو انتخاب میکنید. من کانادا. لنگویج، تبلیغ شما به چه زبان هایی نمایش داده، به کاربران با چه لنگویج ها با چه زبان هایی نمایش داده بشه. من all language رو انتخاب میکنم. گزینه بعدی Automatically Created Assets. این رو اگه انتخاب کنید گوگل یک سری علاوه بر هدلاین ها و علاوه بر متن تبلیغی که شما به گوگل میدید برای کمپینتون، این اختیار رو هم به گوگل میدید که با توجه به وبسایت شما و لندینگ پیج شما یه سری تبلیغات متنی دیگه ایجاد کنه با توجه به کاربر، کاربری که سرچ میکنه برای تبلیغ شما.
اگه انتخابش نکنید، گوگل فقط و فقط متن هایی که شما نوشتید، هدلاین هایی که شما نوشتید رو به کاربر نشون میده. گزینه بعدی Final URL، اینجا اگه سلکتش کنید گوگل تشخیص میده که با توجه به کاربر، کاربری که سرچ کرده، کاربری که تبلیغ شما میخواد نمایش داده بشه، اون کاربر رو به کدوم لندینگ پیج روی سایت شما بفرسته. اگه سلکت نکنید شما یه Final URL، یه لندینگ پیج به گوگل میدید، گوگل فقط از اون Final URL استفاده میکنه دیگه، از صفحات دیگه یه سایت شما استفاده نمیکنه برای اینکه کاربر رو به سایت بفرسته. ولی اگه انتخابش کنید، سلکتش کنید Final URL، گوگل تشخیص میده که به کدوم لندینگ پیج سایت شما بفرسته کاربر رو. وقتی سلکت میکنید Final URL رو، یه گزینه ظاهر میشه Exclude Some URLs. اینجا میتونید یه سری از پیج های سایتتون، URL های سایتتون رو اکسکلود کنید که روی گوگل از اونها استفاده نکنه. به عنوان مثال شما اگه وبلاگ دارین روی سایتتون و آدرس تمام صفحات وبلاگتون URLش این کلمه بلاگ درش هست، شما اون رو میتونید اد کنید تا اون صفحه توی کمپین شما مورد استفاده قرار نگیره. خب طبیعیه، شما وبلاگ رو نمیخواید تبلیغ کنید، میخواید وبسایت و سرویستون رو تبلیغ کنید. بنابراین گزینه مفیدی میتونه باشه که صفحات نامرتبط یا صفحه FAQ اگه دارید اون رو اضافه کنید. من حالا چند تا رو اضافه میکنم که تست کرده باشیم. هر URL یا روی سایت من که FAQ داشته باشه یا بلاگ داشته باشه در این کمپین از طرف گوگل مورد استفاده قرار گرفته نمیشه. Add and apply. More settings. کلیک کنیم که چه گزینه هایی داره. تاریخ شروع و پایان کمپین شما. Add schedule. در چه ساعتی از شبانه روز تبلیغ شما نمایش داده بشه، در چه روزهایی، که من all days رو سلکت میکنم. start day رو هم برای روز بعدی فردا میذارم. more settings، یه سری گزینه های دیگه داره که خیلی شاید برای شروع خیلی مهم نباشه. page feed بیشتر برای وبسایت های بزرگ و ای کامرس ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره که یه سری URL های سایتشون رو به عنوان تمپلیت آپلود کنن تا مورد استفاده قرار بگیره در کمپین. برند اکسکلوژن، اگه شما یه کمپین برند دارید، برند معروفی دارید که سرچ زیاد میشه و ترجیح میدید پرفورمنس مکس روی کلمات کلیدی برند شما نمایش داده نشه، میتونید برند خودتون رو انتخاب کنید، یه نیو برند لیست بسازید. البته بستگی داره که برند شما توی سایت گوگل باشه یا نه، اگه نه باید درخواست بدید که برند شما رو اضافه کنه. با این گزینه هم کاری نداریم. more settings کاری نداریم با اینا. پیج فید رو توضیح دادم. میریم next. حالا وارد قسمت asset group میشیم. asset group چی هست؟ شما میتونید برای هر کمپینتون asset group های مختلف داشته باشید. همونطور که وقتی کمپین سرچ میسازید میتونید ad group های مختلفی داشته باشید، اینجا asset group مورد استفاده قرار میگیره. به عنوان مثال شما اگه سرویس های مختلف دارید و میخواید برای هر سرویستون، هر نوع مخاطب، یه سری متن ها و تصاویر و ویدیوهای مختلفی آپلود کنید، اونا رو در asset group های مختلف دسته‌بندی میکنید. به عنوان مثال اگه شما کمپانیتون تعمیر شیشه و تعمیر در هستش، میتونید یه asset group برای شیشه داشته باشید، فیکس شیشه های broken glass، و یه asset group جداگانه برای تعمیر در، در به مغازه، در به فروشگاه، در به منزل و نصب اونها. و تفاوتش اینه که شما میتونید هدلاین های مختلف بذارید، ایمیج های مختلف برای شیشه، سرویس شیشه
هدلاین ها و ایمیج هایی بذارید که مربوط به اون سرویس میشه. برای اینستال در دور اینستالیشن هدلاین ها، ایمیج ها و ویدیوهایی بذارید که مربوط به اون سرویس میشه. ما یه اسید گروپ میسازیم. اسید گروپ اول فاینال یو آر ال، آدرس وبسایتتون رو میدید. من آدرس وبسایت خودم رو میدم. این آدرس وبسایت اگه یادتون باشه توی مرحله قبل، توی قسمت قبلی این ساخت کمپین، ما یه گزینه داشتیم که به گوگل این اجازه رو میداد که هر دامینی، هر صفحه‌ای در سایت که تشخیص بده مناسب اون کاربر هست رو انتخاب کنه. ما اگه اون رو انتخاب نکنیم، اون گزینه رو، فقط و فقط این فاینال یو آر ال نمایش داده میشه به کاربر. و یه کاربرد دیگه ای داره که داره این فاینال یو آر ال، اینه که شما به گوگل میگید که پرفورمنس مکس، کمپین تبلیغ شما در کمپین پرفورمنس مکس به چه کاربرهایی نمایش داده بشه. چون همونطور که اول ویدیو گفتم، شما کلمات کلیدی آپلود نمی‌کنید. گوگل خب طبیعتاً که نمی‌دونه تبلیغ شما به چه کاربری باید نمایش داده بشه. سایت شما رو نگاه می‌کنه، با توجه به سایت شما، متریالی که روی سایتتون دارین، کانتنتتون، عکساتون و کاربرایی که قبلاً سایت شما رو بازدید کردن، گوگل از اون لحاظ تشخیص میده که پرفورمنس مکس تبلیغ شما به چه کاربرهایی نمایش داده بشه. گزینه بعدی ایمیج. شما برای پرفورمنس مکس ایمیج، لوگو و ویدیو باید آپلود کنید. یه سری ریکوایرمنت ها داره ستینگش. توی گوگل اگه سرچ کنید بهتون میگه چه ریکوایرمنت هایی باید باشه. به عنوان مثال برای تکس هدلاین ها اینجا نوشته حداقل 3 تا هدلاین من نیاز دارم، حداقل یه دونه لانگ هدلاین، 2 تا دیسکریپشن. برای ایمیج ها حداقل یک ایمیج لندسکیپ نیاز دارم و حداقل یک ایمیج اسکوئر مربعی. و حداکثر رو هم نوشته شما تا 20 تا عکس میتونید آپلود کنید برای قسمت ایمیج. این ریکوایرمنت ها رو میتونید اینجا نگاه کنید که عکساتون رو آماده داشته باشید. توی قسمت ایمیج من یه سری عکس قبلا فکر میکنم توی اکانتم داشته باشم. ویو آل رو میزنم. این عکس هایی هستش که من قبلا توی اکانتم برای سمپل آپلود کرده بودم که آماده این آموزش باشه و اونا رو انتخاب میکنم. اینا عکس هایی هستن که مربوط به صنعت فشن میشن، خیلی هم ربطی به وبسایت من hamidpasha.ca نداره، فقط جهت این که بتونیم آموزش رو انجام بدیم اینا رو آپلود میکنم. این ویدیو، اینا عکساییه که شما آپلود میکنید اینجا و سیو. تا 20 تا عکس رو میتونید آپلود کنید. توی قسمت لوگو من مجددا قبلا لوگوی شرکت آدیداس رو برداشتم آپلود کردم اینجا که تست کرده باشیم و اون لوگوها رو خود گوگل تشخیص میده و داده و اینجا اضافه کرده از قبل برای من. برای ویدیو شما تا 5 تا ویدیو میتونید آپلود کنید. برای آپلود ویدیوهاتون باید از یوتیوب استفاده کنید. توی کانال یوتیوبتون آپلود کرده باشین ویدیو رو، کانال یوتیوبتون کانکت شده باشه به گوگل ادز و لینک یوتیوب رو بدید به گوگل ادز. اینجا تو قسمت سرچ یوتیوب میتونید یو آر ال یوتیوبتون یا اسم ویدیوی یوتیوب رو سرچ کنید. اگه ویدیوی ندارین، شما توی یوتیوب ویدیوی آماده ای ندارید برای راه اندازی کمپین، طبیعتا ساخت ویدیو هزینه بر و زمان بر هست، تخصص بیشتری میخواد نسبت به ایمیج کردن، ادیت کردن ایمیج. گوگل اگه شما هیچ ویدیوی آپلود نکنین، خودش با توجه به تکست ها و عکس هایی که در اختیارش قرار میدید یه سری ویدیوهای اتوماتیک درست میکنه برای شما و اون ویدیوها رو توی کمپین شما نمایش میده. توی کمپین های پرفورمنس مکس که من قبلا ران کردم، تمامشون ویدیو داشتم من
بنابراین تست نکردم من ویدیوهای یوتیوب به چه شکل هست، خودم هم ندیدم یا اگه دیده باشم دقت نکردم، متوجه نشدم که ویدیوهای اتوماتیک گوگل بوده باشه، ولی طبق شنیده هم خیلی ویدیوهای کیفیت بالایی نیستش، بیشتر یه ویدیوهای ساده و بیسیک هستش که گوگل خودش برای شما درست میکنه، بنابراین انتظار خیلی زیادی نداشته باشید. اگه امکانش رو دارید سعی کنید حتما ویدیو رو خودتون آپلود کنید. میریم سراغ هدلاین. گوگل این فیچر جدیدش هست، فیچر AI گوگل ویو آیدیاز، که با توجه URL شما که بهش دادید یه سری پیشنهادات بهتون میده. من از قبل یه سری هدلاین و دیسکریپشن آماده کردم مربوط به همون بیزینس فشن آدیداس که لوگوش رو آپلود کردیم که بتونم اینجا استفاده کنم. شما حداقل 3 تا هدلاین باید آپلود کنید. هدلاین ها این 3 تایی هستش که اینجا میبینید و حد اکثر هم 30 کرکتر باید باشه. هدلاین دوم و هدلاین سوم. تا 15 هدلاین رو شما اجازه دارید انتخاب کنید، مجبور نیستید حتما 15 تا هدلاین داشته باشین، خیلی کار ساده ای هم نیستش 15 تا هدلاین قشنگ آماده کردن، ولی حداقل 3 تا رو باید داشته باشین. لانگ هدلاین تعریف دقیقی نداره، من خیلی خودم تعریف تفاوت لانگ هدلاین با دیسکریپشن رو نمیدونم چیه، متوجه نمیشم، ولی یه متنی هستش که تا 90 کاراکتر میتونید بنویسید، یه دیسکریپشن طولانی میتونید بنویسید. من این رو کپی کردم اینجا، لانگ هدلاین رو تا 5 لانگ هدلاین، هدلاین طولانی میتونید داشته باشید، حد اکثر 90 کاراکترز. دیسکریپشن تا حد اکثر 60 کاراکترز، تا حد اکثر 60 کاراکتر. دو تا دیسکریپشن شما باید داشته باشین، یه دونش حد اکثر 60 کاراکتر، یه دونش حد اکثر 90 کاراکترز. خب ما ایمیج رو آپلود کردیم، لوگو رو آپلود کردیم، ویدئو رو اجازه میدیم خود گوگل برامون درست کنه. هدلاین ها آپلود شدن، لانگ هدلاین و دیسکریپشن هم همینطور. گزینه های بعدی بیزینس نیم، شما اسم بیزینستون رو اینجا میدید، برای من آدیداس رو انتخاب کرده با توجه به چیزایی که قبلا نوشتم، دیسکریپشن ها و هدلاین ها. سایت لینک میتونید انتخاب کنید، سایت لینک مجددا میگم که توی ویدئوهای ساخت کمپین سرچ من توضیح دادم کامل سایت لینک چی هست، ولی به طور خلاصه لینک های اضافی هستن، ادیشنال لینکی که شما ممکنه نمایش داده بشه در کنار تبلیغتون و خوبه که صفحات مرتبط پیجتون رو استفاده کنید. کال تو اکشن یه سری گزینه داره گوگل، دانلود، لرن مور، سابسکرایب، کانتکت آس، شاپ ناو، بستگی به سرویستون میتونید انتخاب کنید یه دونه رو، یا اتوماتد بذاریم باشه که گوگل تشخیص بده که کدوم رو استفاده کنه. و این سمت راست قسمت پریویو داره که پیش نمایش تبلیغ شما که به چه شکلی ممکنه نمایش داده بشه رو بهتون نمایش میده. یه گزینه مهم دیگه که هستش آدینس سیگنال. آدینس سیگنال شما میتونید با انتخاب آدینس سیگنال به گوگل سیگنال های بیشتری بدید که تبلیغ شما به چه افرادی نمایش داده بشه. به عنوان مثال میتونید آدینسی بسازید که توش با کسانی که قبلا وبسایت شما رو بازدید کردن توی اون آدینس باشه و اون آدینس رو آپلود کنید، سلکت کنید اینجا و به گوگل بگید به افراد، این افرادی هستن که قبلا وبسایت من رو نمایش بازدید کردن. گوگل متوجه میشه تبلیغ شما مناسب چه افرادی میتونه باشه، از اون آدینس سیگنال
استفاده میکنه تا سعی کنه مخاطبانی شبیه به آدینس های شما پیدا کنه. یا اینکه قبلا اگه ای کامرس دارید میتونید لیست مشتری های قبلیتون رو آپلود کنید و کسانی که قبلا خرید کردن گوگل اونا رو به عنوان سیگنال در نظر میگیره تا تبلیغ شما رو به افرادی به شبیه مشتری قبلی شما نمایش بده. یا اینکه میتونید کاستم سگمنت بسازید. به عنوان مثال روی نیو سگمنت من کلیک میکنم، شما میتونید یه سری کلمات کیورد ها رو اینجا بدید، کلمات کلیدی. به عنوان مثال حالا ما داریم تبلیغ آدیداس رو مثال میزنیم، لیدیز شوز، منز شوز. شما وقتی این کلمات کلیدی رو میدید به گوگل میگید کسانی که این کلمات رو سرچ میکنن مخاطبان شما هستن. این لزوماً به این معنی نیستش که گوگل میره تبلیغ شما رو به حد فقط افرادی نشون میده که لیدیز شوز یا منز سپورت شوز سرچ کردن، نه، ولی به اون از اینا به اون از این سیگنالی که شما بهش دادین استفاده میکنه تا بهتر متوجه شه که تبلیغ شما به چه افرادی نمایش داده بشه، وبسایت شما، سرویس شما مناسب چه افرادی هست و شما دنبال چه جور مخاطبانی هستید. هرچی آدینس سیگنال های دقیق تر و بهتری بدید در واقع کمک میکنید به الگوریتم های ماشین لرنینگ گوگل که کمپین شما رو بهتر آپتیمایز کنه. ساخت کمپین پرفورمنس مکس تقریبا تمامش همین بود، اینکه اسید گروپ های مناسب بسازید، اسید گروپ های تون رو دستبندی کنید، آدینس سیگنال های خوب ارگانایز کنید. نیکست رو میزنیم. یه باجت اولیه باید در نظر بگیرید. با توجه به باجتتون گوگل یه سری استیمیشن میده، ولی خب این استیمیشن ها رو خیلی جدی نگیرید که لزوما فکر کنید حتما کمپین شما مثل این اعدادی که اینجا گوگل نوشته شده پرفورم خواهد کرد، عمل خواهد کرد. باید تست کنید کمپینتون رو یه مدت و ببینید که پرفورمنس چطور بوده. و قسمت آخر سامری هستش، اسم کمپین، بیدینگ استراتژی، تارگت سی پی ای، لوکیشن، لنگویج و اسید گروپ، نو سیگنال پرووایدد، ما هیچ آدینس سیگنالی انتخاب نکردیم و در نهایت شما میتونید کمپین رو پابلیش کنید. اگه سوالی در مورد ساخت و اجرای کمپین پرفورمنس مکس و یا سایر کمپین های گوگل، کمپین سرچ و یا کمپین ویدئو دارید حتما در کامنت ها مطرح کنید. خیلی ممنون.